با سلام و درود خدمت هموطنان عزیز، من یک ویدیو از آقای رابرت گرین نویسنده امریکایی استوری کرده بودم دیشب با زیرنویس که 15 دقیقه است. ایشون راجب قدرت و نگه داشتن قدرت از نظر روانشناسی، از نظر جامعه شناسی چند تا کتاب نوشتن که بسیار بسیار خیلی از کتاباش بسلره و بسیار نکات مهمی توی این ویدیو بود که منم میخوام دوباره روش تمرکز بشه و منم خودم اینو به مدت 2-3 دقیقه براجبش میخوام حرف بزنم که اگه اونو ندیدید شما این ویدیو رو حتما ببینید. ایشون گفتن که قدرت‌های مثل جمهوری اسلامی، رژیم‌های استبدادی، اینها باید از به نظر خیلی قدرتمند و ترسناک بیان، ولی در واقع اینان که دائما در ترس و اضطراب زندگی میکنن و دلیلش هم اینه که اینا میدونن چون در اقلیتن و اکثریت مردم از این دولت و از این رژیم بیزارن و میخوان قدرت ازشون بگیرن، اینها باید از استراتژی های مختلف استفاده بکنن که این قدرت رو بتونن نگهداری بکنن و یکی دو تا کار انجام میدن. یکی ایجاد تفرقه است و جدایی انداختن بین اقشار مختلف مردم، قوم های مختلف، ترک، کرد، عرب، بلوچ، پارس و سلطنت طلب، زن، مرد، جمهوری خواه، انواع و اقسام. هرچی اینها اتحاد اینها رو کمتر بکنن، در واقع تعداد زیاد اینها، تعداد زیاد افراد مخالف در واقع یه جوری کمتر میشه و باهاشون مقابله کردن راحت تره. پس ما باید اتحاد رو روش فوکس بکنیم، تمرکز بکنیم، بسیار بسیار مهمه. نکته بعدی سکوته و اینها عاشق ایجاد سکوت و خفقانن و اونم از طریق ایجاد ترس بهش میرسن و کاری که میکنن اینه که با اعدام کردن و آدم کشی و کارهایی که میبینین، اینها میخوان ایجاد ترس، با ایجاد ترس مردم رو ساکت بکنن و از بیرون اومدن و اعتراض کردن مردم جلوگیری بکنن، چون میدونن که تعداد اگه زیاد بشه اینا قدرت رو از دست میدن و در واقع اینا با این کاری که دارن انجام میدن، با این اعدامای اخیری که انجام شد، در واقع دارن نشون میدن که چقدر ضعیفن. این از قدرت جمهوری اسلامی نیست، این ضعفشه که میدونن هیچ راه دیگه ای ندارن و انقدر ترسیدن که میدونن اگه وابدن، اگه این جوانها رو آزاد بکنن، در واقع ضعفشون رو نشون دادن و به یک جایی رسیدن که اینا واقعا ناامیدن و میگن ما باید هر کاری بکنیم که نشون بدیم که ما قدرت داریم و مردم فکر کنن بترسن. امیدشون اینه که مردم از اینا بترسن با کشتن یه جوان، دو جوان، سه جوان و مردم برگردن خونه هاشون. پس واسه همین بسیار مهمه که این اعتراضات ادامه پیدا بکنه، اعتصابات ادامه پیدا بکنه و هرچی بزرگتر و گسترشش بیشتر باشه تأثیرگذارتر خواهد بود، برای اینکه اون تفرقه‌ای که اینا میخوان در ما ایجاد بکنن، هرچی اتحاد بیشتر باشه و اعتراضات بزرگتر باشه و اعتصابات بزرگتر باشه و اینا از اتحاد مردم متوجه و آگاه بشن، اون تفرقه در واقع در دل جمهوری اسلامی به وجود خواهد اومد که اومده. ما میبینیم که بسیار از این ملاها اومدن و دارن الان بر علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن، بر علیه اعدام‌ها صحبت میکنن و اینها مطمئن باشین که پشت پرده اینها بیشتر هم هست از این چیزی که ما میبینیم و واسه همین ما باید این استراتژی خودمون رو که با اتحاد و این موج، همین موج بعد از موج بعد از موج، هر 3 روز، هر 4 روز، هر 5 روز یه بار باید این جریان ادامه پیدا بکنه. اعتصابات باید بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه و هرچی این بیشتر ادامه پیدا بکنه، اعتصابات بیشتر بشه، رژیم جمهوری اسلامی از نظر مالی وضعش خراب بیشتر خواهد شد، خرابتر خواهد شد و این تفرقه بیشتر و بیشتر خواهد شد و به محض اینکه این تفرقه به یک وقت بحرانی برسه، اونجاست که رژیم فروپاشی خواهد کرد و زیاد طول نمیکشه وقتی به اون درجه برسه و ما به پیروزی نزدیکیم. یادمون نره، دل سرد نشین، ناامید نشین، با اتحاد و با شجاعت ما این انقلاب رو به ثمر میرسونیم. درود.